این که احسان بکنیم، چه جوری این کار رو انجام بدیم، چجونه در واقع کمک کنیم به کسانی که نیازمندن تا مشکلاتشون حل بشه، یه سوال بسیار اساسی ببینید در این ایام. شما با شیوه فعلی توزیع نظری موافقین؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندو سر یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد احسان و نیکوکاری که در این ایام ایرانیان، شیعیان در سراسر جهان تلاش میکنن که به فکر کسانی باشن که نیازمندن. اما آیا واقعا این راه ها میتونه به نتیجه برسه؟ شما چی فکر میکنین؟ شما خودتون چه نظری دارین؟ در این مراسم وقتی که شرکت میکنین، فکر میکنین که مستمندان از اون چی که نیاز دارن بهرمند میشن؟ آنچه که به عنوان احسان و یا نظری تقسیم میشه به دست کسانی که واقعا نیاز واقعی دارن میرسه یا نه؟ خیلی از این دست از پرسش ها در این مراسم، در این مسائل مطرح میشه که موضوع امروز برنامه ماست. فارغ از همه چارچوب ها بیاین بگین که چیکار میشه کرد. با این شیوه موافقین؟ نقد دارین در موردش؟ راه حل دارین؟ به چی فکر کردین؟ در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم سامان پژوهان آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه شما. احسان در ایام محرم برای شیعیان یک سنت دیرپاست. هر سال در ماه محرم ایران سیاه پوش می شود و دیگهای غذا برای احسان در گوشه و کنار شهرها برپا می شوند. اما هستند کسانی که نیاز دارند، اما کمتر دستشان به این سفره ها می رسند. اینکه بخشی از مردم شهرم رو که خیلی جاها نادیده گرفتم میتونم اینجا در کنارشون باشم، این خیلی برام رضایت بخش. به گزارش منابع خبری در سال جاری نزدیک به 2000 میلیارد تومان برای این مراسم هزینه شده است، مبلغی که خیلی ها معتقدند میتوان با سازماندهی هم دست نیازمندان را گرفت و هم از احسان غافل نشد. اما وقتی برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت وجود ندارد، در بر همین پاشنه می‌چرخد و رسیدن به غذای نظری برای همه میسر نیست و تنها صف‌هایی است برای رسیدن به لقمه اینان. سامان پژوهان، صدای آمریکا. کاربران به همین مسئله اشاره کردن و معتقدن که باید سازماندهی بشه. میشه به جای اینکه نظری رو به این گونه بین مردم پخش کرد و توزیع کرد، باید به سازمانهایی که سازمانهای خیریه هستن کمک کنیم. برخی معتقدن اعتماد از بین رفته. اما در طول برنامه حتما مرور میکنیم همه این نظرات رو که از طرق مختلف دریافت کردیم، هم از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام و همینطور توییتر برنامه روی خط. شما هم میتونین اگر تا این لحظه نظر ندادین با ما همراه بشیم از طریق پیامگیر. پیامگیر ما هست 202-382-7205. منتظر نظرات شما هستیم. مسئله.
فردین از سنندج روی خط هستیم، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام خدمت آقای سلام و خسته نباشید خدمت آقای سفیری و خانم ایران دوست. خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید من می‌خواستم با یه قطعه شعر حرفم آقا کنم. ببخشید. تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. آقای سفیری خدمت شما عرض کنم که اولین هستی که در باب احسان و نیکوکاری و استرایتشه توجه به رضای خداوند متعاله. دومین اصلی که بایستی در مسئله احسان و نیکوکاری بایستی رعایت بشه اینه که اشیا و اموالی رو که پاکیزه نیستن و مصرف شده این اشیا و اموال بایستی در اختیار فرد فقیر یا گدا نداری، چون که این واقعا یه اهانتیه به اونا و اونا در واقع تحقیر میشن که این مسئله تو ایران خیلی زیاده. سومین اصلی هم که در باب احسان و نیکوکاری باشی مد نظر داشته باشیم اینه که به اون فردی که بهش احسان میکنی نیکوکاری میکنی واقعا بایستی سرش منت نداری، اذیت و آزارش نکنی. این مسئله خیلی مهمه آقای سفیری، ولی اهمیت و جایگاه احسان و نیکوکاری و نقش اون در زندگی فردی و اجتماعی باعث تعدیل ثروت در جامعه میشه و نظام طبقاتی رو از بین میبره. اینم باز مسئله مهمیه. ولی شما ببینید الان مثلا تو کمیته امداد ایران خداوکیلی خیلی ها هستن به بهانه های احسان و نیکوکاری میان خیلی از پولا رو میدوزن. این یک واقعیتیه، یعنی پولا رو کمتر در اختیار فقرا میذارن. شما الان میزان فقر این مملکت رو ببینید خیلی وحشتناکه. فردین ممنونم که اومدین روی خط، ولی به برخی ممنونم به برخی مواردی که اشاره میکنیم ما در مورد ساعت سقمش اطلاعی نداریم. وظیفه نهادهای ناظر و نهادهای رسیدگی کننده هستش که از حقوق مردم دفاع بکنن و یا اینکه بر کار دستگاه‌هایی که به نوعی وابسته به دولت و حکومت هستند رسیدگی بکنن. ممنونم میایین روی خط. مجید از کالیفرنیا روی خط تصمیم، بفرمایید. آقای سفیری شما را سلام عرض میکنم، خواهش میکنم شما را به همین روز تاسوعا آشنا اینقدر ما را پشت خط نگه ندارید. آقای مجید اجازه بدید من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بر مبنای تقدم و تأخره، وگرنه ما هیچ علاقه به این نداریم که بینندگان رو پشت خط نگه داریم. ما یه تعدادی خط داریم که بینندگان میان و بر مبنای نوبت ما ازشون درخواست میکنیم که بیان روی خط. همین آقای سفیری ما که اصلا نفهم تأمر و تأخر یعنی چی. بعد آقای چون ما نفهم اصلا چی میگی. به هر حال آقای سفیری، آقای عزیز، این جریان نزدیک که شما صحبت کردین یا هر روز که شما یک سوالی از مردم دعوت میکنین که بیاد بگین، خواهش میکنم شما همونقدر که به مردم وقت میدید انتظارم داشته باشین مردم یه مقدار راجع به این موضوع فکر بکنن. فکر کردن سخته ولی یه ذرهش عیب نیست. به هر حال این نزدیک دادن یه نوع توهین به مردم. زمان قدیم وقتی نزدی میدادن به مردم میرفتن یه بشقابی کوچیکی یه چیزی یه قاشق میخوردن که دعاشو مستجاب بشه. ولی الان نگاه کن مردم به روزی افتاده که آقا دیگای ده نفری تو دست میگیره میبرن برای نزدی گرفتن قضا، چون مردم در فقر مردم گشنن. مردم نمونهش همین چند نفری خانواده در تبریز با قضای نزدی کشته شده، با خیلی از این نمونه ها مصموم شدن، یه عده با خاطر قضای نزدی مصموم شده. مملکت هم که اصلا اهمیتی به چیزا نمیدن. آقای ببین مجید اجازه بدین اما به نکته که شما اشاره میکنین در مورد اون حادثه، ایشون پزشک هستن، یعنی در واقع قضای اتفاقی هم که برای خانواده‌اش افتاده اتفاق خیلی تأسف‌باری. حتی وزیر بهداشت ایران پیام دادن و ابراز همدردی کردن. ایشون خودشون خیلی فرد خیری هستن. این ربطی به نیاز یا عدم نیاز نداشته، یک مسمومیت قضایی ظاهرا تا اون لحظه که ما خبر داریم. آقای سفیری این قرص برنج بوده که مصدوم کننده بوده که به مردم دادن، به عنوان نزدی به مردم دادن. چرا باید توجه نکنه اداره بهداشت؟ چرا برای نزدیک مملکت که خودش در فقر و بدبختیه
از لحاظ ماری، از نظر لحاظ خورد و خوراک مردم در مضیقن، فقط برای روز تاسوعا و عاشورا این همه برن از کشورهای اروپا، از کشورهای چین و هندوستان مواد غذایی بیارن که فقط به خاطر عاشورا تا عاشورا مردم سیر بکنن که چی بشه؟ مگه امام حسین با غذا مرد یا به خاطر غذا کشته شد که اینا میان نرزی به مردم میدن؟ به هر صورت ببینید شما ممکنه که شما ببینید شما مخالفین، نظر مخالف دارین، اما باید به نظر دیگران هم احترام بذارین. ظاهرا خیلی کثیری از بیننده موافق نظر شما نیستن. همونجوری که در گزارش همکارم من بود، 2000 میلیارد تومان هزینه این ماه در برای نزورات و احسان هست. به هر صورت سوال اصلی این هستش که آیا میتوان این پدیده رو ساماندهی و سازماندهی کرد که به دست نیازمندان واقعی برسه یا نه؟ بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، در مورد احسان و نیکوکاری همراه ما باشید. گردیم با این نظرات و از فیسبوکمون شروع میکنیم. یکی از کاربران به نام سالار میگه این داستان نظری دادن و نظری گرفتن دیگه از فلسفه‌ای که به وجودش آورده، یعنی بخشش و کمک به دیگران، دور شده و به یک ضد فرهنگ تغییر کرده که کم کم جای نعمت به نقمت تبدیل شده. باید فرهنگ سازی جدید و برنامه ریزی مردمی صورت بگیره تا این پتانسیل عظیم به درستی مدیریت بشه و بتونه به معیشت قشر وسیعی از افرادی که نیازمندن کمک بکنه. پاییز نوشته اگه واقعا این نظری ها به مستمندان برسه هیچ ایرادی نداره، ولی ای کاش ایران بودید و میدیدید که این مراسم وسیله‌ای برای فخر فروختن در جامعه و چاپلوسی برای سیستم حاکمه. و دکتر علی شریعتی میگه در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی میکنن، اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد میگریند. موین یکی دیگه از کاربران میگه مسائل خیلی زیادی وجود داره، یکی از این مسائل نظری هستش که باید حتما کنترل بشه و متاسفانه با این روش نظری دادن دردی دوا نمیشه. نظری با این کیفیت پایین فقط هزینه بی خودی هستش. امیر میگه چه بسا اگر مبلغ نظری ها جمع بشه بتونه به تعداد کثیری از خانواده هایی که نیازمند هستن به نوعی کمک بکنن، به خصوص خانواده های بی سرپرست و همینطور بیماران. سایکو از کاربران توییتر بوده، توییت کرده دوست مسلمان من، به نظرت بهتر نیست به جای پخش غذا نظرت رو به صورت کمک مالی به مؤسسات خیریه اهدا کنی؟ هم ثواب داره هم دعای خیر نیازمندان پشتته. اگر تمایل دارین در برنامه شرکت کنین، علاوه بر همه این راه ها پیامگیر رو فراموش نکنین. یک بار دیگه میگم براتون 202-382-7205 منتظر پیام های شما هستیم. محمد از خراسان روی خطین، بفرمین. سلام علیکم. سلام بر شما. خسته نباشی آقای سفیری، شب و روزتون بخیر. بفرمین. عرض کنم
در رابطه با این ماه محرم و نذر و نیازمندی و احسان و نیکباری، ببینید جناب سفیری، ما تو مملکتی زندگی میکنیم که این بحث نیکوکاری و عزاداری به صورت یه سنت در اومده. من خودم به هر حال یه شیعه هستم، یه ایرانی هستم، در ایران دارم زندگی میکنم. من خودم هم گاهی وقتا نذر رو بالاخره در حد توانمون میدیم، ولی متاسفانه جناب سفیری مردم خیلی بد شدن. من افرادی رو میشناسم به جای اینکه ما بیایم، واقعا من عقیده‌ام عوض شده که دیگه نذر ندم. برای چی؟ برای اینکه اینقدر شلوغ میکنن، اینقدر میام به ناحق ظرفای مثلا تا دو تا غذا لازم داری، حالا 10 تا میبری، مثلا یه غذا لازم داری یه قابلمه میبری. اینا واقعا از نظر فرهنگی ما اگه اینو بیایم مدیریت شده و حساب شده بیام اینو برنامه‌ریزی بکنیم، واقعا در اختیار بهزیستی قرار بدیم. اگر این نذر و نیازا به دست واقعا مستمندان واقعی و گرسنگان واقعی جامعه اگه برسه، خیلی امر خوبیه، خیلی کار خوبیه. ولی متاسفانه شما همونجوری که من در برنامه ها تو و در فیلم هایی که پخش میکنی میبینم و بدتر از اینا، من به عینه در به حساب این جلسه در این مراسم من میبینم زیر دست پا له میشن. یعنی واقعا این اینقدر مردم گشنه هستن، نه بابا، این به صورت یه عادت در اومده که واقعا سیرمونی هم ندارن. من خودم ایرانی هستم، وقتی میخوام بیان نمیام بگن آقا یه ظرف غذا بده من ببرم برای تبرک، برای حالا نذر و نیاز و اینی که من لازم دارم، واقعا میبرن تو یخچال فریزرشون چیز میکنن و انبار میکنن. ممنونم که اومدی روی خط. ممنون محمد. سعید از لرستان روی خط این. سعید بفرمایید. سعید از لرستان بفرمایید. سعید روی خط این بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. سلام خدمت آقای سفیری و خانم ایران دوست. بفرمایید. اصلا نباشید. ممنونم. آقای ایران دوست، من یکی از این بچه ها بروجه دارم که یکی از این روستاها ها زندگی میکنم. اینجا که نذری میدن خود به خدا از اول محرم، از یکم که شروع میشه تا دهم یا دهم همه نذری میدن به همه، مثلا تک تک دعوت میکنن خانواده ها، چه فقیر باشن چه فقیر نباشه، همه رو دعوت میکنن. بعد غذایی هم که اضافه میاد اونجا بسته‌بندی میکنن، با ماشین میبرن، مثلا این سالمندان میدن تحویل سالمندان، یا میدن تحویل کمیته امداد دیگه، بده به مردم یا نده میده اونجا تحویلشون، یا میدونم مثلا چه کسایی که احتیاج دارن داخل شهر بهشون میدن غذا رو. بله. ممنون که اومدین روی خط. کیوان از ایران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام باشین جناب آقای سفیری. بفرمایید. متاسفانه شیوه احسان در ایران کاملا الان اشتباه است، چون الان هدف احسان نیست، هدف اینه که یه غذای طبق بشه و به اطرافیان برسه، و این اصلا هدفش به صلاح نیکوکاری نیست. یعنی اقناع کردن حس کمک، حالا در مورد بعضی هم تظاهر به کمک هستش که تو اندازه زیادی ارضا میشه، به خاطر اینکه اون دوربری ها میبینن شخص رو. در تهران واقعا ممکن نیست این هدفی که شما فرمودین تو سوالتون، چون مثلا در تهران همه یه آپارتمان دارن، یه دونه ماشین دارن، یه کار متعارفی هم شاید داشته باشن و با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه می‌دارن که اینا رو اصلا اشخاص، چون ظاهر بینیم دیگه، نمی‌تونیم اشخاص بینیم الان درونش چه مشکلاتی داره، چه مسائلی داره. ولی توی شهرهای کوچک و روستاها میشه همه نیازمندا رو شناسایی کرد و بهشون کمک کرد. شاید در تهران بشه مثلا از یک ماه قبل از مثلا شروع کمک، مثلا اشخاص به نوعی از اون شوراها استعلام کنن و اشخاص رو پیدا کنن، که در این صورت مناعت طب ایرانی ها اجازه نمیده که خودشونو خاطر حالا غذا. ولی من اعتقاد دارم ای کاش که به جای کشتن این گوسفندا، به جای اینا، کمک نقدی واقعا میرسونه به آدمایی که خیلی ضعیفن
ولی نمیتونن ابراز کنن ضعفشون رو. ولی متاسفانه مکانیزمی الان نیست. شاید بهزیستی اگه بخواد واقعی عمل کنه بعدها بتونه این کار رو انجام یا اگر کمیته امداد بتونه به طور واقعی مثلا شناسایی کنه و این اطلاعات رو در اختیار اون کسانی که داوطلب خیرات هستن بهشون بده شاید بشه در آینده بشه. خیلی ممنون. ممنونم که اومدین روی خط روزتا. هم عقیده با کیوان بسیاری از کاربران بودن در شبکه‌های اجتماعی و معتقدن میشه از طریق مؤسسات خیریه کمک کرد. نسیم میگه اینا همش نمایش ظهر عاشورا، از آن که گفته شد دیگه نباید دست وسط خیابون باشه. از یک طرف حسین حسین میگن، از طرف دیگه توهین میکنن. اگر واقعا میخواستن ثوابی ببرن و خدا راضی باشه اون پولها رو جمع‌آوری میکردن، کودکان کار رو سر و سامان میدادن که به جای دست فروشی این بچه‌ها مدرسه برن یا به بی خانمان ها کمک میکردن. دو روز دیگه زمستون میشه و هوا سرد و این افرادی که هیچ سرپناهی ندارن در خیابان هستن. میگه اشتغال زایی میکردن. برای جوونا بهتر از این بود و بهتر از این چی میخواد؟ افراد نیازمند بسیاری میگه هستن که توان خرید گوش رو هم ندارن ماها، و این افراد با توجه به اینکه اعضای خانوادهشون، تعداد اعضای خانوادهشون هم زیاده، بنابراین جزو نیازمندان هستن، بهتر اینها شناسایی بشن. ولی باز هم به مسئله سازماندهی اشاره کرده میگه، و نه تنها این کارشون در حال حاضر ثواب نداره بلکه سر تا پا گناهی، چون نصف این غذاها دور ریخته میشه. محسن میگه بدون شک با جلوگیری از اسراف عجیبی که در این روزها انجام میشه، میشه بخش عظیمی از فقر در جامعه رو از بین برد. در ضمن بخش بیشماری فقط جهت خودنمایی نظری میدن. سعید هم از کاربران اینستاگرام روی خط میگه نیت اشخاصی که در ایام محرم غذای نذری میدن کمک به نیازمندان نیست، بلکه هدف اطعام کسانیه که در عزاداری شرکت میکنن. وظیفه کمک به نیازمندان با سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و اوقاف و امور خیریه است و چندین ساله که یارانه و سبد کالا هم در بین مستضعفان توزیع میشه و بیمه سلامت هم همگانیه و موافق این روشه. پریا هم از کاربران اینستاگرامی میگه اگر هدف واقعا کار خیر باشه خوبه، ولی متاسفانه بیشتر خودنماییه. مثل بسیاری از کلیساها در آمریکا مساجد هم باید بیان اعانه ها رو جمع بکنن، اینها رو سازماندهی بکنن و از طرف افرادی که داوطلب هستن برن و به نیازمندانی که شناسایی شدن میتونن در 365 روز سال کمک کنن و هر روز به این افراد غذای گرم بدن، نه اینکه فقط 10 روز. پیامی داریم که با هم گوش میکنیم. این شیوه کمک رسانی، این صندوق‌های خیریه، اینها فقط عواملی که حکومتی‌ها ازش بهره می‌برن و مقاصد خودشون انجام میدن. در جنوب کرمان فکر می‌کنم گنبد امام رضا با 3000 خشت طلا به وسیله همین مردم که خودشون نون شبشون رو ندارن باید تامین بشه و اونجا گنبد طلا درست بشه. اما بچه های مدرسه اونجا شلاق میخورن چون شهریه مدرسه شون رو ندارن بدن. ما باید مطمئن بشیم که کمک هامون دست کسی میرسه که واقعا بهش احتیاج داره، نه همینجوری تو صندوق های خیریه برسیم. اینها فقط برای مقاصد سیاسی عوامل رژیم استفاده میشن. فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد. خانم ترکمان از نیویورک روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما خانم. خانم ایران دوست. آقای سفیری، اینی که میگن بدن به بهزیستی، هر کس اگه میده به بهزیستی باید خودش نظارت کنه. من به چشم خودم دیدم وقتی اونجا برای کارهای پسرم میرفتم، رفت آمد داشتم،
یه روز یک وانت نظری چلو کباب آورده بودن، دیدم یک پیرزن بند خدا از این ساکای قرمز قدیم سبت ها که دور شب پارچی پوچی کرده بود دستش، دستش بود واساده بود همین طور تو صف، ولی کن اون دفتردار اون مؤسسه تمام فک و فامیلاش کارمندا همه ماشیناشون پشت در اومدن این چلو کبابا رو گرفتن پشت ماشین گذاشتن رفتن و به این پیرزن نرسید و جیگر من کباب شد. و مردم بیان برن تو این بیمارستانا خودشون هماهنگی کنن غذا رو ببرن بدن. من تو بیمارستان امین‌آباد خودم رفتم و اینا گفتن نداره، خودم چندین بار آبگوش پختم بردم. اینا این نون سنگک و این مریضا وقتی میخورن همینطور درسته درسته میذارن تو دهنشون، یه سری از بس نون سنگک و اونجا 20 سال 30 سال ندیدن میذارن تو لباساشون. شما نمیدونین چه سبز خوردن و با چه ولعی میخورن. ببرن اینجاها خودشون نظارت کنن و بدن و دستشون درد نکنه، نظرشون قبول باشه. مرسی از برنامه خوبتون که من این حرف دلمو زدم راحت شدم. ممنونم خانم از اینکه اومدین روی خط. محمد از اصفهان روی خطین، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده گرامیتون. من میخواستم اینو بگم که کدوم یکی از ما داریم الان از رو دلمون با عشق داریم کمک میکنیم؟ متاسفانه تو فرهنگ ما ایرانی ها یه چیزایی جا افتاده که حالا درست نیست، حالا نمیخوام بشه این مذهبیش هم چک کنم و برم سراغ این مسئله، ولی کن زمانی که ما بیایم با عشق با قلبمون بیایم این کمک کردن رو بهش نگاه بکنیم، نمیدونم از رو ترس نباشه، از روی چه میدونم خودنمایی نباشه، از روی تمام این حواشی که هممون میدونیم ایرانیم هممون میدونیم، از روی اینا نباشه، اون موقع بهترین راهکار برای کمک کردن پیدا میشه. متاسفانه ما الان داریم غذا میدیم دست مردم، غذا دادن خب خوبه، ولی خب برای جایی که مردمش خیلی محروم باشن، شاید به سبک 100 سال 200 سال پیش که یه مقداری غله و آذوقه کم بود داریم به همون شکل در واقع نظر رو ادا میکنیم، ولی امروز روز بیاییم ببینیم چی اولویت هست تو جامعهمون واسه مردممون، بیاییم روی اون در واقع کمک بکنیم، به اون بیاییم سرمایه گذاری بکنیم. حالا قضا هم جای خودشو داره، ولی کن سرمایه گذاری کردن روی سری از مسائلی که میتونه قشر بیشتری از جامعه رو پوشش بده در واقع این هم خودش کار خوبی است. در کنار این موضوع حالا سری حواشی هم تو خود در حین در واقع این پخش این کمک‌ها و نزولات ما می‌بینیم، این هستش که متاسفانه طوری برخورد میشه اون کسایی که معمولاً دارن این غذا رو میدن، شاید یه جورایی مثلا با غرور هم برخورد بکنن، کم ندیدم خودم شخصا با غرور هم برخورد بکنن، در حالی که نفساً این موضوع در ایران علل خصوص توی این ایام با این نیت هستش که اون غذایی رو که من نوعی نذر کردم بدم دست مردم، اون دست من نیست، دست صاحب اون قضاست، دست ارتباط فکر میکنم که صحبتتون هم تموم شد، سپاسگزارم که اومدین روی خط. مرداد از گلستان روی خطین، بفرمین. عرض ادب دارم جناب سفیر خدمت شما، بفرمید. خواهش میکنم. سلامت باشین. عرض من سفیر عرض صحبت ما از اینجا خیلی سریع عرض کنم که شما فرمودید که ما احترام میذاریم به همه عقاید. نظر من مخالف این فرمایش شماست که ما به همه عقاید احترام نمیذاریم، ولی بی احترامی هم نمیکنیم. ما عقاید رو مخالفت میکنیم باهاشون محکم و در مقابلشون با موضع نقد برخورد میکنیم. عرض کنم خدمت شما که فرمودید 2000 میلیارد هزینه پخت و پز و نذریایی که مردم انجام میدن در همین کشور. جناب سفیری از بیماری های خاص فقط سرطانی ها روزانه بیش از 100 سرطانی در کشور ما دارن جان میبازن، سرطانی هایی که قابل درمانن، اونایی که قابل درمان نیستن و توانایی پرداخت هزینه رو دارن سوا، کسانی که قابل درمانن ولی هزینه پرداخت
هزینه توانه پرداخت هزینه درمان رو ندارن، بیش از 100 نفر. تعداد قابل توجه از این بیماران هم سرطانی های کودکان سرطانی هستن. و ما اینا چجوری میتونیم در مقابل این موضوع و در مقابل موانی ارزم به حضور شما که انسانی قرار بدیم؟ من چجوری میتونم همسایه من یا فردی در جامعه من که داره نظری میده یک شب چندین میلیون هزینه داره میکنه، در کنار این بذارم که میتونه با این هزینه زندانیایی که ناخواسته جرم بهشون براشون اتفاق افتاده و گوشه زندانن و یک خانواده و پایه‌هاش داره پاشته میشه؟ اینا خیلی چیزای سطحیه. نیازمندی جناب سفیری امروز تعریف خیلی گسترده‌تری داره. ما نیازمندی فکری داریم. کودکان ما خیلی ها هزینه تدریس ساده در لوازم اولیه رو ندارن برای ادامه تحصیل و در کوچه خیابون دارن باتری میفروشن و ساعت وزنه گذاشتن، مردم رو وزن میکنن و کودکان کاری که در اجتماع ما وجود دارن و همه دارن اینا رو میبینن. اینها معضلات اجتماعی ماه. یک مداحی که با درجه 2, 3, 4 یک شب 15 میلیون تومان در علی آباد کتور گلستان که یک شهر کوچیکی بیشتر نیست 45 دقیقه برنامه پول داره میگیره، یک کارگر بعد 2 سال تلاش کنه اگر حقوقش رو به موقع درست بهش پرداخت کنن بتونه 15 میلیون تومان بگیره. جناب سفیری اینها رو ما نمیتونیم وقت در کنار هم بگذاریم. سپاسگزارم، خیلی متاسفم از اینکه دل پردردی دارین. مسائل اجتماعی ایران مبتلا به مسائل اجتماعی متعددی هست، شاید که این صداها شنیده بشه و راهکارهایی براش اندیشیده بشه. روزتا محمد از کاربران در چت در جواب به افرادی که معتقدن باید به سازمان‌های خیریه کمک بشه میگه من اعتقادی به این مسئله ندارم و معتقدم بسیاری از اینها از این ابزار ریاکارانه استفاده میکنن و از عدم اعتماد صحبت میکنه. کاربر دیگه‌ای به نام رسول از کاربران سکایپ برنامه روی خط نظرش رو کتبی برای ما فرستاده و میگه این نیکوکاری خیلی خوبه ولی من فکر میکنم بسیاری از این نظری‌ها رو کسانی که احتیاج ندارن می‌گیرن و خیلی بهتره که به جای حجم زیادی از این هزینه رو بذارن برای زیرساخت‌ها برای فقرا. و کاربر دیگه‌ای هم به نام حامد باز از کاربران سکایپ برنامه روی خط میگه با تشکیل سازمانی جهت هدفمند کردن نزورات مخالفم، سازمان‌های اینچنینی سابقه درخشانی در دزدی به روش‌های مختلف دارن. و مسعود از کاربرانمون میگه نظری دادن و احسان اگر با ریا و تظاهر همراه باشه خوبه و اگر فقط نیازمندانی که به زحمت رنگ گوش رو میبینن بهره‌مند بشن عالیه. مشتبه معتقده کلن هر جور میخواد با ریا یا بدون ریا اگر به دست نیازمند برسه اون موقع هستش که ثواب داره و واقعی هستش. مریم میگه ایران یک کشور ثروتمنده و اصلا نباید نیازمند داشته باشه. خود دولت برنامه ریزی بکنه و نیازمندان رو تحت پوشش قرار بده. اگر یک واقعیت رو هم باید ما این رو میگه در نظر داشته باشیم که باورهای مردم رو نمیتونیم ازشون بگیریم و این اقدامات هم بخشی از باورهاست ولی باید سازماندهی بشه. علی میگه در ایران بسیاری هستن که نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، همه جور خلاف انجام میدن، بعد شب تاسوعا و عاشورا هم نظری میدن. موسوی میگه بسیاری از این افراد که نظری میدن فقط برای اسم در کردنه، وگرنه سازمان هایی هستن که میتونن به اینها کمک کنن، مثل سازمان هایی که حمایت از کارتون خواب ها میکنن یا کودکان بی سرپرست. کیمیا از کاربران توییتر توییت کرده کاش اگر نظری هم بود به مؤسسات خیریه و نیازمندان و اونایی که یه لقمه نون برای خوردن ندارن داده میشه بشد و نه همش واسه تجملات ریا و تظاهر باشه. پیامی هم داریم که از طریق پیامگیر دریافت کردیم. شماره پیامگیر هست 22 382 72 05. با هم گوش میکنیم. امروز متاسفانه این دادن نظری و در حال کار نیکوکاری که میگن در ایام عاشورا و علا انجام میشه تبدیل به یک تظاهرکاری برای یه عده‌ای شده. خصوصا یه عده آدمای معروفی هستن که توی کشور ما متاسفانه برای سوء استفاده و در حال سوء استفاده از اموال دولتی بیت المال سعی میکنن در این ایام به هر حال خود یه خودنمایی بکنن و کشور خودشون رو نشون بدن و عکس خودشون رو تو روزنامه‌ها بزنن. و شاهد هستی دیگه ورزشکارا و
پیشکسوت‌های ورزشی که در واقع بعضیشون خوبه برای سوء استفاده و پیشبرد اهداف خودشون و گرفتن مجوز برای واردات و این کارها به هر حال دست به این کارها میزنن. من فکر می‌کنم لازم نیست که از من شخصی که نظری میده به هر حال عکسش تو روزنامه چاپ بشه و به هر حال تفصیل دستش باشه در حال چاپ دادن نظری خودش باشه. این فکر می‌کنم تظاهرکاری متاسفانه کرده سوی یه افراد ورزشکار و قدیمی پیشکسوت ما می‌بینیم انجام میشه که ما انتظار نداریم از این افراد. اسمشون رو من نمیارم ولی خب کار درستی نیست که الان تو روزنامه‌های ورزشی چاپ بشه که شخصی مثلا ورزشکار قدیمی تختی دستش داره و این کار تظاهرکاری و به همین افراد هم اصلا کارهای برای مجوزهای برای صادرات و اینا میگیرن و از سوء استفاده میکنن. رضا از تهران روی خطین، بفرمایید. سلام. سلام بر شما. و با نظری دادن الان میدونی که مربوط به فرهنگ ایرانی های باستانه، ربطی به این دین و یا این مذهب و این چیزی نداره، از دوران باستان هم بوده، جزء فرهنگ هست. منطقه چیزی که الان ما میبینیم استفاده کردن اون ابزاری برای یک مقاصد سیاسی، برای کارهای دیگه، یه سری هم برای تظاهر فقط این کارو میکنه و چند برابر اون خود مردم میگیرن. شما مالیات ها رو ببینین، هزینه آب و برق و این چیزا میاد چند برابر، یعنی یه غذا شاید مثلا من تو این شب بگیرم چند برابرش رو جای دیگه باید بدم و بیشتر این کار به ضرر خود مردمه. منتها مردم آگاهی ندارن و این همیشه ادامه داره. خیلی متشکرم. ممنونم. آقای کمالی از ایران روی خطیم، بفرمایید. شبتون بخیر. شب بخیر. عرض کنم که عزیزم شما به مخالف واقعی جمهوری اسلامی اجازه صحبت میدین؟ بفرمایید نظرتونو. بله. من به عنوان یک زندانی سیاسی قبلی با عزتون میخوام عرض ادب و نظرم رو بگم. عرض کنم که یک زمانی ما یه پیشنهاد دادیم در اتفاق حکم محلی، حکومت ظالم اومد از اون به عنوان شورای حل اختلاف استفاده کرد و تبدیلش کرد به شورای حل اختلاف و دولتی و حکومتی و نتیجهش هم ظلم بیشتر شد. الان هم یه پیشنهاد میدم به سیاست مداران جهان که به جای سیاست مداری کریه که در جهان دارن پیش میگیرن و باعث نابودی این دیگه سرسختی میشه، عرض کنم انسانیت مداری رو پیش کنه. من از شما خواهش میکنم این رو مد نظر قرار بدین. بعد از این همه زندان من متوجه شدم که متاسفانه همین ابرقدرت ها هستن که این حکومت های اشغالگر رو ایجاد کردن، همین جنگ های کثیف رو خانمان. آقای کمالی من سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و پشت خط هم موندین اومدین روی خط. اجازه بدین که با شما خداحافظی کنیم، یه مقدار خارج از چارچوب برنامه است. آقای سلیمان از مشهد روی خطین، بفرمایید. من حدود 2 سال پیش 13 برج 5 مادر بچه ها فوت کرد، دست خیلی خالی بود، جنازه جور افتاده بود، از برور قزقلان اینجا بس کمیده رمضان بعد دفعش را دسان توازه وام کردیم، بعد 18 ماه 1 میلیون من داد، بعد 18 ماه، بعد الان دوربر 3-4 برج یک مستقلی نریخته رفتم یه چیه میگرد از رو قصد جمع کردن، من رفتیم کلان باطل کردم، از خیلیش گذاشتیم 1 میلیون وام. بعد مثلا خب به احتیاج داشتیم، به وام که نگفتیم مثلا بهش نگاه کنیم، درزشیم دادیم، حالا سه قرد شدم مثلا خود میرفتیم گفتیم قرد شدیم پایده نداره توری، از خیلیش گذاشتیم، نه کمک بوسیات به مردم نو بکنم اسمی که نه کمک امداد کمک بکنه، فقط مده به اصرافی خودشم. تشکر، خیلی ممنون. ممنونم که میایین روی خط و نظر میدین. روزتون. عزیز از کاربران فیسبوک روی خط در چت برنامه نظر داده، میگه فلسفه نظری دادن چند سالی که متاسفانه در ایران رونق غیر اخلاقی به خودش گرفته، هدف بیشتر افرادی که نظری میدن خودنمایی و ریاکاریه و بیشتر برای تظاهر بین فامیل هست تا
کسانی که مستحق هستند و میگه در بسیاری مواقع امروز کار عده‌ای از افراد شده که در کشور چهره مقبول ندارن برای قبولوندن خودشون دارن نظری میدن. حمید رضا از کاربران فیسبوک میگه فقط از بین بردن مواد غذایی احسان زمان نمیخواد. میشناسم دوزها و فاسدهای بسیاری که در این ایام نظریهای پرسر و صدا میدن. علی میگه متاسفانه به دلیل فساد در سازمانهای خیریه مردم اعتمادشون سلب شده و به همین دلیل میخوان به طور مستقیم کمک کنن تا مبادا خللی در اون وارد بشه. اما شیوه پخش سنتی هم مشکل داره، از جمله بی‌نظمی. به مسئله دیگه که علی اشاره کرده، مسئله چشم و همچشمیه که افراد دیگه هم بهش اشاره کردن. میگه اما نکته‌ای که از همه مهمتره اینه که محرم به شکل یک کارناوال در اومده به سبک ایرانی و نزورات هم جزئی جدا نشدنی این مسئله است، به طوری که شیعه، سنی، مسیحی و دیگر ادیان هم شرکت میکنن. بدون نظری هم این مراسم هیچ لطفی نداره. یونس هم معتقد نظری خوبه اگر سازماندهی بشه. پیامی هم داریم که با هم گوش میکنیم. هر حرف جایی و هر نقطه مکانی داره آقا، هر کاری برای کاری هستش. عزاداری آقا و سرور امام حسین و خرج دادن آقا امام حسین خیلی همون بدبخت بیچارهایی که نون شب امکان داره نداشته باشن، از همون کوته به خور و نمیرشون پس انداز میکنن، میان در راه آقا امام حسین خرج میکنن، متوجه هستی؟ و اونهایی که میلیاردرن و کلشون به عرش میخوره از لحاظ مال و ثروت، میان تو صف وامیستن، امکان داره بین مردم تو دست و پا هم بیفتن، لیم بشن تا یه لقمه غذای آقا امام حسین را بگیرن ببرن. من اسمم فراموش کردم، من امرالله هم از یزد ایران، متوجه هستی؟ تو شهر ما زردشتی زیاد هستش نسبتاً. زردشتی ها میان اندازه 10 تا قاشق 5 تا قاشق غذای آقای امام حسین ها میگیرن، اینا خشک میکنن میذارن تو یخچال فریزر. زردشتی داریم که میگه من مریضی و دکتر تو عمرم ندیدم، هر وقت مریض میشم یه ذره اون غذا رو میدم قاطی همه غذا، میگم یا امام حسین یا ابوالفضل و الحمدلله شفا میگیرم. این شور و حالی که میبینیم، بله امکان داره اسراف بشه، به یه غذا برسه به یه در نرسه، بله سازماندهیش امکان داره یه طریق دیگه‌ای بتونن سازماندهی کنن و اونایی که میخوان خیر بدن و اینا. نه همه هم تظاهر نی، همه هم برای اینکه مردم ببینن نی. خانم مهین از تهران روی خطین، بفرمایید. خانم بفرمایید روی خط نیست، صدای تلویزیونتون هم کم کنید، بفرمایید. خانم بفرمایید روی خط این خانم. ببخشید، سلام عرض میکنم، خسته نباشید. بند بعد از مدت ها که میخواستم تماس بگیرم با جنابالی و برنامه روی خط، حالا امشب دیگه توفیقی دست داد به من که من تلفن بکنم خدمتون برای اتفاق حادثه‌ای که برای خودم پیش آمد. شما حرفهای آقای مهرداد از گلستان 100% نه، بی نهایت تایید میشه، ولی متاسفانه افرادی مثل آقایی که قبل صحبت میکرد و غذای نظری رو خوش میکرد و توی اخشال میذارن و ازش شفا میگیرن، چنین افرادی هستن که چنین شرایطی به وجود میارن. و بعد هم ببخشید جناب سفیری، من به جناب علی و اصلا برنامه روی خط و خانم ایران دوست احترام زیادی قائلم، ولی شما نمیگذارید آدم حرفشو بزنه و درد دلمونو بگه. من اگر شما بگید امروز توی برای بنده چه اتفاقی افتاد و من چی دیدم و چی گرفتار
بیدار شدم، کسانی که مریض دارن، کسانی که مشکل دارن، تو این ترافیک وحشتناک مردم با ماشین‌های میلیاردی با آرایش آنچنانی که من اصلا به هیچ کدومش ایراد نمیگیرم، هر کسی حقشو داره، و اون کسی که داشت نظری میداد خودش چه شرایطی داشت، اینها فقط شو و نمایشه. من به اون خانم با عصبانیت عرض کردم خواهش میکنم ازتون، شما میتونستی این رو برداری نظریتو درست بکنی، ولی بری به افرادی که دستشو نمیکنن تو سطلای زباله پسمانده قضای من شما رو برمیدارن، به اونها بدید، نه این آقا میلیاردر، اون یکی سوپر تریلیاردر، ولی شما میخوای از این وسیله استفاده کنی، فردا امکانات بهتری و بیشتری از این نظام جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی، اگر بود تمام راه ها بسته، کسی مریض داره، کسی جایی میخواد بره، گرفتاری داره، نمیرسید. آیا این هدف امام حسین بود؟ به ایشون عرض کردم من کاری ندارم تعبیر و تفسیرهای چنگانه رو، ولی هدف امام حسین تا اونجا که ما میدونیم خودش و خانوادش رو فدایی کرد به خاطر عدل و عدالت و ظلم و بی‌عدالتی. آیا این درسته؟ شما هدف اصلی رو رها کردین و شو و نمایش میذارین برای شمای برج‌ساز که فردا بتونین امکانات بیشتری از این نظام بگیرین. ممنونم خانم از اینکه اومدین روی خط. ممنونم. فرامرز از سوئد روی خطین، فرصتمون هم کمه، یک دقیقه اگر لطف کنید. سلام عرض کردم جناب سفیری. سلام بر شما. شما و بینندگانتون. بنده هیچ نامی نمیتونم روی این به قول خانم کارنوال ها بذارم غیر از اینکه تحقیر مردم و تحقیر ملتی است که 37 ساله با امید شعار جامعه بی طبقه توحیدی اومدن به صحنه و بعد از 37 سال پاداششون این هست که ساعتها قبل از باز شدن در منازلی که نظری میدن باید وایسن و قابلمه هاشون رو بذارن. مکانیزم های زیادی رو این دولت برای این کار تعبیه کرده، از جمله هفته نیکوکاری، اطعام، ایتام و غیر و غیری که شما هم بهتر از من میدونید. اینها همش تحقیر ملت و توجیه فقر هست. هیچ نام دیگه‌ای بنده نمیتونم روش بذارم. توجیه فقر در مملکتی که ثروتمندترین مملکت در حداقل خاورمیانه هست و میتونه با مکانیزم‌های بهتر اقتصادی وضعیت مردمش خیلی بهتر از اینها باشه. و فاصله طبقاتی کارو به جای فرامرز. ممنونم از اینکه اومدین روی خط، فرصت کمه، با شما خداحافظی میکنم. روز تا یه فرصت کوچیکم برای شما داریم. حتماً. فرشاد از کاربران ما میگه چند ساله که این بحث وجود داره، آیا فرقی کرده؟ من عقیده دارم که خود مردم باید اسراف نکنن و هزینه این نظری ها رو در راهی مطمئن خرج بکنن. قدیم تو محله ما میگه یه هیئت بود، ولی الان کسی برای تهیه غذای خانوادهش مشکل داره کجا و اون آقایی که فقط 10 تا دیگ خرج میده اون کجا؟ بیتا میگه احسان و نیکوکاری که راه مردم رو در خیابون سد بکنه، معابر رو کثیف و زشت به نظر برسونه، کسانی که طبق معمول نانی برای خوردن دارن بیشتر بخورن چه فایده ای داره؟ افرادی هستن که میگه برای شهرت دارن این کار رو میکنن. باز هم همه مسائلی که کاربران دیگه بهش اشاره کردن و در یه قسمت هم میگه آیا از حال بیمارانی که لاعلاج هستن خبر داریم؟ آیا از حال همسایه خودمون خبر داریم؟ به این میگن احسان و نیکوکاری. بهتره به فکر هم باشیم. مسعود، من پیشاپیش از همه کسایی که پشت خط هستند عذرخواهی و تشکر میکنم. آقای هاشمی از ایلام، بهزاد از تهران، کسرا از کرمان، همینطور همین حسین از سوئد و حمید از ایران هم با اسکایپ. حسین از سوئد با اسکایپ، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای سفیری. ببینید آقای سفیری، کسانی که زیر خط فقر هستن تو ایران، من نظرم اینه که کسایی که واقعا زیر خط فقرن به اینا کمک کنن، چرا که در داخل ایران خیلی خانواده ها هستن نون شب ندارن بخورن و خیلی کسایی هستن مریضن، رو تخت بیمارستانن. اگر کسی که واقعا میخواد نظری بده یا احسان یا نیکوکاری، کار نیکویی بکنه، به خونه سالمندا بره و خونه سالمندا به سالمندا کمک کنه، خیلی بهتر از اینه که
بخواد مثلا نظری بده یا ممنونم که اومدین روی خط. آقای هاشمی از ایلام روی خط هستین، بفرمایید. سلام سفری، شبتون روزتون بخیر باشه. بفرمایید. عرض کنم خدمتون ضمن تشکرت ابو عبدالله حسین به تمام شیعیان جهان و خسته نباشید شما و خانم ایران دوست. متاسفانه بعضی ها میان نزد نزد رو سیاسی میکنن که اصلا بحث سیاسی توی مسئله نیست. اینا قاید نظریات اشخاص رو که باید بشن احترام بذاری و به خاطر امام حسین نزد نزد میکنن. اما اگر اینا به صورت متمرکز بشه و به نیازمندان اهدا بشه که خیلی بهتره و معقولتر و منطقی‌تره. و یه خواهش هم میتونم آقای صفی از شما داشته باشم. سریع بفرمایید در خدمتم. لطف کنید یه برنامه هم واسه مردم یمن بذارید، حداقل مردم بدونن چه ستمی میکشن تو این روز عاشورا. واقعا آیا عربستان چون منابع مالی داره؟ ممنونم آقای هاشمی از اینکه اومدین روی خط. حمید از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. ارتباطمون با حمید برقرار نیست. کسرا از کرمان روی خطین، خیلی فرصتمون کمه. کسرا بفرمایید. با درود و خسته نباشید خدمت شما و تمام همکارات. من چون فرصتتون که من با تأسی از جناب حافظ شهر خالیس عشاق بود کسرتی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. ممنونم. کس رو عذرخواهی میکنم از همه کسایی که فرصت نشد بیان روی خط و نظر بدن، اما خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی رو با هم مرور میکنیم. بسیاری از کاربران فضای مجازی یادآور عاشورای 88. کاربری توییت کرده شما یادتون نمیاد 7 سال پیش رفتیم خیابون عزاداری کنیم، لشکر یزید حمله کرد با ماشین از روی مردم رد شد. عاشورا یعنی اون روز، کربلا یعنی میدون ولیعصر. پدر روحانی توییت کرده چطوری میشه خودتو مرید امام حسین بدونی که جونشو در برابر ظلم و آزادی داد، بعد در عاشورای 88 اونایی که در برابر ظلم قیام کردن رو بکشیم. مرتضی توییت کرده دلیل خشم حکومت در ماجرای عاشورای 88 اینه که کسی نباید از عاشورا علیه ما استفاده کنه. عاشورا رو برای ماست، نمیتونید شبیه ما حرف بزنید ولی علیه ما باشید. حضرت توییت کرده عاشوراتر از عاشورای 88 مگه داریم؟ ظلم رو با تمام وجود حس کردیم. در بین توییت ها هم اسامی افراد بسیاری به چشم میخوره. سحر توییت کرده مصطفی کریم بیگی عاشورای 88. حامد توییت کرده مصطفی کریم بیگی، امیر ارشد تاجمیر، شبنم سهرابی، مهدی فرهادیراد، شهرام فرجزاده کشته شدگان عاشورای ننگین حسینی 88 هستند. نخواهیم بخشید. و مندوسین هم با اشتراک گذاشتن تصاویری اسامی رو توییت کرده که میگه جا داره یادی کنیم از شهدای عاشورای 88: فرجزاده، موسوی حبیبی، سهرابی، رحمانی، فرهادیراد، کریم بیگی، راسخینیا، پازوکی و تاجمیر. و ایجی هم تصویری رو به اشتراک گذاشته و توییت کرده تمامی ندارد مادر شهید، اشارش به مادر مصطفی کریم بیگیه. مسعود باستانی هم توییت کرده روبروی در زندان اوین سرم رو در آغوشش گرفت و بعد بغض کرد و گفت تو هم پسر من هستی. او مادر مصطفی کریم بیگی، شهید عاشورای 88 بود. مسعود. بله، اول قرار بود که نامه برسونن ولی بعد قرار شد که وسیله نقلیه بشه، پیکای موتوری. حالا شدن یه موزر یا یه وسیله برای حمل و نقل. تا فردا روز و شب همه شما خوش. شب بر همه شما خوش.
صدای آمریکاست.